سلام بچه ها امروز قراره با هم دیگه این کیک و آموزش ببینیم و درست کنیم ولی قبلش لطفا زیر این پست روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن بزنید و زنگوله رو روشن کنید بریم با هم که آموزشش رو ببینیم خب برای شروع کار زمانی که شما کیکتون مدل کفش یا کتونی هستش احتیاج به یک الگوی کفی کفش دارید. به این صورت که الگوتون رو روی کیک اسفنجیتون قرار بدید و مطابق با اون الگو کیکتون رو برش بزنید و طرح مورد نظرتون رو از اسفنجتون جدا کنید. بعد از اون کیکتون رو به سه لایه تقسیم کنید. و لایه های کیک رو خامه کشی کنید و فیلینگ گذاری کنید. لایه به لایه این کار رو تکرار کنید و هر لایه رو که انجام دادید با فشار کوچیک دست به همدیگه در واقع لایه ها رو بچسبونید. خب حالا باید الگوی دوم کفشمون رو به دیواره کیکمون قرار بدیم و مطابق اون الگو کیکمون رو برش بزنیم و طرح مورد نظرمون رو پیاده کنیم. بعد از این مرحله نوبت گاناش کشی میرسه. آموزش گاناش کشی و تهیه گاناش رو به طور کامل در چند پست قبلیمون گذاشتیم. لطفاً برید ببینید و ازش استفاده کنید. بعد از اینکه کیکتون رو کاملا گاناش کشی کردید، به مدت دو ساعت در یخچال بذارید تا استراحت کنه. تا کیکمون استراحت میکنه کیک جعبه رو با هم دیگه آماده میکنیم به این صورت که من یک کیک خامه ای رو آماده کردم یه آسترکشی سبک کردم و میخوام با پرینت خوراکی در واقع تزیینش کنم به این صورت که لیبل پشت پرینت رو برمیدارم و با استفاده از اتوی فوندانت این لیبل خوراکیم رو به سطح کیک میچسبونم این کیک رو میشد به صورت گاناش کشی شده آماده کرد یا این کاری که من کردم یک آسرکشی سبک کنیم و با پرینت خوراکیمون در واقع سطحش رو بپوشونیم هر دو حالت امکان پذیره و این بسته به سلیقه شما هستش من جایی که ببینم بدون گاناش کشی میتونم کیکم رو آماده کنم خب این انتخابم خواهد بودش به خاطر اینکه نمیخوام وزن کیکم بالا بره خب کیکم رو داخل یخچال قرار میدم تا استراحت کنه. حالا بریم با هم دیگه کیک کفش رو فوندانت کشی کنیم. اگر آموزش های قبلی مربوط به فوندانت کشی رو دیده باشید و خاطرتون باشه ما حتما سطح روی گاناش رو مرتوبش میکنیم و بعد فوندانت رو روش قرار میدیم. برای کیک های سبودی هم به همین صورت هستش با یک تفاوت و اون اینکه ما مرحله به مرحله جلو میریم برای فوندانت کشی یعنی اگر که الان این کیک رو میخوایم فوندانت کشی کنیم اول من داخل کفش رو فوندانت کشی میکنم بعد طرح روی کار رو مرحله به مرحله جلو میرم و انجام میدم برای طرح روی کار الگو گذاشتم و تر هم رو از فوندانت جدا کردم با استفاده از ابزار جای دوخت رو رو درد کار مشخص میکنم که حالت چرم رو حس چرم رو بیشتر انتقال بده و خب بعد از این مرحله دونه دونه میام فوندات هایی که بریده بودم رو به سطح کیکم وصل میکنم برای پشت کار من دوباره انتخابم چاپ خوراکی هستش به این صورت که چاپ خوراکیم رو لیبل پشتش رو جدا می کنم سطح روی گاناش رو مرتوب می کنم و با فشار دست ترهم رو به پشت کار می چسبونم همینجور که مشاهده می کنید این چاپ خوراکی معمولا در قنادی ها وجود داره طرحهایی که جنرال هستش ولی وقتی مثل این کار شما یک طرح خاصی مد نظرتون هست باید اون طرح رو آماده کنید و از قنادی درخواست کنید که اون رو براتون پرینت بگیره پرینت خوراکی بگیره فقط فراموش نکنید که این چاپ خوراکی در مجاورت هوا خشک میشن و حتما حتما شما باید اونها رو داخل نایلون نگه دارید تا خش نشن. بعد از این مرحله جزئیات رو به کارم اضافه میکنم و میدونیم که هر چقدر کیکمون جزئیات بیشتری داشته باشه خب ظاهر شکیلتری داره و به کار اصلی نزدیکتر میشه به نمونه اصلی نزدیکتر میشه. برای این کیک من هم از فوندانت استفاده کردم برای دیزاینش هم از چاپ خوراکی استفاده کردم هم گوشه هایی از کار رو در واقع اومدم با رنگ خوراکی به صورت دستی نقاشی کشیدم و تمام سعیم کردم که به مدل اصلی نزدیک تر بشه یکی از کارهایی که خیلی مهم هستش برای کیک فوندانت بلند کردن کیک از سینی هستش برای این کار شما از نخ دندون استفاده کنید اون رو به دور انگشتانتون بپیچید و با فشار انگشت های شستتون نخ رو بین کیک و سینی حرکت بدید تا به این صورت کیکتون از سینی جدا بشه و بعد میتونید به راحتی کیکتون رو بلند کنید وقتی که کیکتون رو به این صورت از سینی جدا کنید هیچ اثری از گاناش روی جداره کیکتون نمیمونه قسمت های پایین کیکتون دیگه گاناشی نخواهد بود وقتی که کیکمون رو میخوایم سر هم کنیم خب حتما کیک رو پایگذاری گذاری میکنیم از سیخ چوبی کمک میگیریم و اندازه میزنیم و این کار رو میکنیم وقتی که کیک من خامه هستش از تعداد سیخ چوبی بیشتری استفاده میکنم برای پایگذاری و بعد با خیال راحت کیک ها رو سوار هم میکنم امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید و مرسی که مثل همیشه با سابسکرایب کردنتون حمایتمون میکنید